روز دانشجو و یاد زنان دانشجوی ایران. از روزی که خمینی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران برای آزادی را به سرقت برد، با سه مقوله مرزبندی قاطع کرد: زنان، آزادی و دانشگاه. باد می‌دهد این آزادی مملکت را بر باد می‌دهد. به همین دلیل در حاکمیت آخوندی زن بودن خود جرمی است نابخشودنی و اگر به دنبال علم و دانش هم باشی جرمی مضاعف. اگر طبق آمار رسمی درصد زنان دانشجو بیش از مردان است، تنها و تنها یک دلیل دارد: تلاش خود آنان برای آزادی و برابری است. به خاطر همین روحیه سرکش و انقلابیشان است که همواره دانشجویان دختر در صف مقدم اعتراضات ضد حکومتی قرار دارند. زنان به رغم همه سرکوب و کنترلی که به آنان اعمال می شود، اما پیشتازی و نقش آنان حتی برای سران حکومتی غیرقابل انکار است. در قیام آبان، آنها همزمان با سرکوب اعتراضات بنزین در محوطه دانشگاه دست به اعتراضات و تجمع زدند که نیروهای سرکوبگر با آمبولانس حامل نیروهای شخصی وارد دانشگاه شده و شماری از آنها را دستگیر و به زندانهای اوین و پشافویه منتقل کردند. در دی ماه همان سال، دانشجویان دانشگاه تهران در دانشکده پزشکی شعار دادند: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در مقابل رژیم که سعی کرده بود قیام مردم ایران را به لوس سلطنت طلبی بیالاید و مخدوش کند، آنها نشان دادند که هوشیارتر از آن هستند که فریب صنعت آلترناتیو سازی مجازی را بخورند. در یک حرکت اعتراضی دیگر، در تهران هزاران دانشجو با شعار مرگ بر دیکتاتور، انزجار خود را از کشتار مسافران هواپیمای اوکراینی نشان داده و خواستار سرنگونی نظام ولایت فقیه شدند و شجاعانه عکس‌های پاسدار سلیمانی را پاره کردند. در همه این اعتراضات حضور دختران دانشجو نقش فعال و جلودار داشتند و بهای این جلوداری را با حبس و دستگیری خود پرداختند. پریسا رفیعی، الهام صمیمی، مرجان اسحاقی و ده‌ها دختر دانشجوی دیگر. پدر پریسا این چنین برای دختر دانشجوی در بندش می‌نویسد: تو به ما یادآور شدی که دانشجو علاوه بر درس و مشق مسئولیت‌های مهم دیگری هم دارد که بر آن اساس بایستی بازتاب دهنده و مطالبه‌گر جدی خواسته های مردمش باشد، خواسته مردمانی که صداهایشان شنیده نمی شود. واقعیت این است که دانشجویان زن مبارز در ایران از هر فرصتی برای به زیر بردن دیکتاتوری ولی فقیه و رساندن پیام پایداری به مردم استفاده می کنند. رژیم آخوندی هم تنها راه مقابله با این جنبش را افزایش سرکوب و دستگیری های گسترده و حبس های طولانی مدت و پلیسی کردن جو دانشگاه ها و مدارس می کند. پس درس اول درس آزادی است. بهای آن از خودگذشتگی است. درس دوم ایمان به این حقیقت که جامعه ایران و نسل جوان و شورشگر قادر است رژیم آخوندها را سرنگون کند و به تغییر اساسی و بنیادی در ایران دست بزند. و سومین درس اتحاد و همدلی برای آزادی است.